Thank you. عرض درود ادب دارم خدمت همه شما دوستان فراد متقی همینجا اخبار خاموشه و با اخبار آمریکا اتفاقات بسیار مهم 24 ساعت گذشته در خدمت شما هستم بن که بدونید در ویدیو امروز چه چیزایی قرار با هم مرور کنیم اول قرار اتفاق دادگاه ترامپ که دیروز دادگاهی شد با هم دیگه مرور کنیم چه اتفاقاتی در دادگاه افتاده و مراحل رستگی بعد از این چه خواهد بود اتفاق بعدی این ده میلیون دلاری که رشوه بایدن بوده به طور ناگهانی تو اسناد مالیاتی بایدن یه جا مثل قارچ ثبت شده که اونو میریم بررسی میکنیم فکر کنم چند دقیقه پیش خبرش اومد و به غیر از همه اینا میریم اون خنجر زدن مارک پامپو از پشت و پرزیدنت ترامپ در ویدیویی که تاکر کارسون اپیزود 3 رو داده بیرون میریم اونو با هم دیگه میبینیم و من برای شما به صورت زنده سعی میکنم ترجمه کنم اما اگر آماده هستید فقط قبلش بگم اگر سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید لطفا ممنونم شما ویدیو رو لایک بزنید اخبار خامی سعی میکنه اخباری برای شما بیاره که جای دیگه به زبان فارسی پیدا نخواهید کرد پس ممنون میشم که به کانال خودتون لطف داشته باشید و با پخش کردن ویدیوها و معرفی کردن کانال به دوستانتون ازتون حمایت کنید بریم سراغ بحث اولون و بحث دادگاه پرزیدنت ترامپ پرزیدنت ترامپ در دادگاهی که دیروز بعد از ظهر برگزار شد به وقت آمریکا اعلام بیگناهی کرد جدیدا هم چی شده باب شده که اجازه عکاسی داخل دادگاه ها رو نمیدن و معمولا از این نقاشا میارن که تصاویر بکشه تو دادگاه حمید نوری هم دقیقا همین اتفاق افتاده بوده شاهی نادری اونجا بود و ها رو میکشید در این دادگاه هم به همین صورته دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در 13 ژوئن در یک دادگاه فدرال در میامی نسبت به 37 اتهام جنایی مرتبط با مدیریت اسناد طبقه بندی شده دولتی اعلام بیگناهی کرده ترامپ در همین روز در شبکه تو سوشیال در حالی که در حال طی کردن مسیر دادگاه فدرال بود نوشت یکی از غم ترین روزها در تاریخ کشور ماست ما ملتی در حال زوال هستیم این ادعا آخرین گام در یک نبرد حقوقی چند ساله بین وزارت دادگستری دی او و رئیس جمهور سابق که الان پیامدهای های جدی برای رقابت ریاست جمهوری 2024 داره که همونطور که میدونید نامزد اصلی ترامپ با اختلاف بسیار زیاد از همه جمهور خان جلو از بایدن هم با اختلاف معقولی جلو هستش ترامپ بیش از یک ساعت قبل از محاکمه برنامه ریزی شده در ساعت سه بعد از ظهر به دادگاه فدرال در میامی اومد این اولین باره که یک رئیس جمهور سابق ایالات متحده به طور رسمی به نقض قوانین فدرال متهم میشه ترامپ بازداشت شد کارکنان دادگاه سر انگشت رو به صورت الکترونیکی گرفتن از رئیس جمهور ترامپ با این پلاکا عکسی نگرفتن و این اتفاقات کلا ده دقیقه طول کشید جمعیت متشکل از صدها نفر که اکثرا طرفدار ترامپ بودن در میان ردیف درختان نخل در میدان دادگاه تجمع کردند تعداد زیادی از افسرهای مجری قانون محلی ایالتی فدرال هم حضور داشتن خیلی دموکرات دارن حساب میکنن روی این قضیه که طرفدارای ترامپ اونجا قاچی کنن یه دعوای را بندازن که مرتب دارن کانگرسمن های ریپابلیکن تو اخبار میگن که لطفا تو دامی که دا ستان گذاشته نیفتید یعنی و درگیری شروع کنید که بخواد یه شش ژانویه دیگه از بغلش سبز بشه در جریان محاکمه که حدود 35 دقیقه طول انجامی ترامپ با کت شلوار آبی و کروات قرمز خود آرام و خونسرد ظاهر شد ترامپ در مقابل جاناتان گودمن قاضی وظیفه به همراه وکلای خودش تاد بلانچ و همچنین دادستان سابق فدرال و کریستوفر کیس حاضر شد در که فرخواست ادعا شده که ترامپ به طور غیرقانونی 31 سند دولتی از جمله برخی از اونها رو که به عنوان فوق محرمانه طبقه بندی شدن نگه داشته حالا مجری نیوز مکس خیلی جالب یه کارتون آورده بودش جلوی دوربین و 31 سند گذاشته بود دوش انقدر بیشتر جا نگرفته بود مقایسه کنید به اون 1875 جعبه سندی که بایدن برده گذاشته در دانشگاه دلاور از زمانی که از بلانچ خواسته شد ادعای خودش رو مطرح کنه به نمایندگی از موکلش یعنی پرزیدنت ترامپ صحبت کرد و گفت ما مطمئنا ادعای بیگناهی میکنیم خیلی دارن روی این حساب میکنن که بتونن انقدر ترامپ رو تحت فشار بذارن که بیاد مثلا بگه به شرط که من رو اعلام گناهکاری میکنم یا مثلا که همچین چیزی بعد از انتخابات میرم کنار که ترامپ فعلا که قصد همچین چیزی رو نداره و اعلام بیگناهی کردن ترامپ با قاطعیت و بیگناهی خود تاکید کرد و این اتهامات رو حذف عدالت دخالت در انتخابات و شکار قاتل بروسلی خوانده ترامپ دو روز بعد از اعلام که فرخاست به مبارزات انتخاباتی برگشت رئیس جمهور سابق خطاب به هواداران در کلمبوس جورجیا هم علیه وزارت دادگستری و هم رئیس جمهور رئی بایدن حمله کرد او در جمع حدود سه هزار نفری که محل کنفرانس جمهوری خان رو تا حد ظرفیت پر کردن گفت که فرخواست مزهک و بی اساس توسط وزارت بی دولت بایدن به که از وحشتناکترین سوء استفاده از قدرت در تاریخ کشور ما ثبت خواهد شد این جمله معروفی که در تاریخ ده جوان گفته ترامپ و دیگران ادعا کن که کیفرخواست و برای منحرف کردن توجه ها از یک رسوایی ادعای رشوه با محوریت بایدن اطلاعاتی که جمهوری خان مجلس نمایندگان تونستن با فشار به افیا به دست بیارن گفتن ترامپ ادام میکنه که این دقیقا در همون روز این اتفاق افتاده برای اینکه حواسا به یه سمت دیگه پرت ترامپ خطاب به با گفت بایدن در تلاش تو مخالف سیاسی اصلی خودش رو زندانی کنه درست مثل اون چیزی که در روسیه استالینی یا چین کمونیستی انجام میشه ترامپ به این واقعه اشاره کرد که بایدن اسناد طبقه بندی شده دوران سنای خودش رو هم در هنوز در اختیار داره ترامپ گفت بایدن هیچ اختیاری نداشته و حق نداشته و اون اسناد رو در اختیار داشته باشه با این حال هیچ اتفاقی برای جوک بایدن نیافتاده بایدن و مایک پنس معاون رئیس جمهور سابق هر دو به طور داوطلبانه اسناد محرمانه را که سال گذشته در میان اسناد خود کشف کرده به دولت فدرال تسلیم کردند در مصاحبه جو بایدن اعلام میکنه که من اسناد از سال 1974 در اختیار داشتم گفته گفتم بیان داوطلبه بشن بگردن هر چی میخوان ببرن که دروغ اسناد کف گاراژش پیدا کردن تو ویلای دل... تو خونه دلاورش پیدا کردن تو ویلاش پیدا کردن جاهای دیگه اما کارشناسان حقوقی بر این باورن که تیم دفاعی ترامپ تلاش خواهد کرد تا جایی که ممکنه روند رسیدگی رو کش بده چون از این نزدیکتر به انتخابات بشین بعدم خود پرزنت ترامپ میشه رید خودش خودش عفو کنه از این داستانا برای ترامپ مبارزت انتخاباتی 2024 هنوز ادامه داره حتی در صورت محکوم شدن به اتهامات هیچ قانونی او را از نامزدی یا برنده شدن در انتخابات ریاست جمهوری من نمی کند این طبق قانون اما اینو بگم مدت هاست که آمریکا چیش قانون نیست ممکنه یه یه چیزی از تو آستین در بیارن بگن آقا به این علت نمیتونه کاندید بشه فعلا خبری نبوده موتورسیکلت ترامپ بعد از خروج از دادگاه در یک رستوران کوبایی به نام ورسای توقف کرد و در اونجا پرزیدنت با حامیانش دیدار کرد یه جوری از ته اسنا اشرش داره میگه ویلاوی که آدم دلش برای بند خدا میترس میسوزه چند نفر از حامیانش هم با پرزنتران براش دعا کردن در کنارش ایستادن و به نیایش مشغول شدن یه سری دیگه هم به خاطر که تولد پرزنت ترامپ دقیقا امروز هستش و دیروز اونجا بوده براش آهنگ تولد مبارک فرنگی یا همون هپی برسی تویو رو خوندن و این باید شد که پرزیدنت ترامپ اونجا بگه همه غذا مهمون من و همه رو غذا مهمون کردش تولدشه امیدواریم که سالیان سال سلامت باشه امیدواریم این سری اگر واقعا به پستی رسیده شد رئیس جمهور یادش نره چه قولایی داده و دوباره نگی که حالا وایسی شاید 8 سال دیگه کاندید شدم اومدم جو بایدن و اوباما رو دستگیر کردم اما این خبر خیلی جالبه به خاطر اینکه ببینید پول وقتی از یه تو حساب طرف میاد باید مشخص باشه از کجا اومده حالا نه فقط تو تو دنیا اینجوریه باید مالیاتش رو داده باشه منشأش هم باید مشخص باشه مثلا برای آدمای سیاسی تو الان این ده میلیون هیچ جایی در هیچ کدوم از سندهای بایدن نبوده حالا دیدن که پول اومده بعد یه کارش بکنن یه جا رفتن تو سندای انگار اضافه کردن به خاطر اینکه نوشتن که 10 میلیون دلار به طور جادویی در اظهارنامه مالیاتی 2017 بایدن ظاهر شده مجلس نمایندگان داره بررسی میکنه جمهوری خانه مجلس نمایندگان آمریکا خواستار افزایش شفافیت از جو بایدن رئیس جمهور مستقر در کاخ سفید در مورد اظهارنامه های مالیاتی شخصی خودش شدن بعد از این تحقیقات که نشون داده که از نهادهای شرکتی وی بدون ذکر جزئیات درآمدی نزدیک به ده میلیون دلار گزارش کرده منتقدان رئیس جمهور منتقدان که حجوم ناگهانی پول ممکنه به اتهام رشوه علیه رئیس جمهور مرتبط باشه به گزارش برای بار، برایت بارت جامعه فدرالیست محافظه کار با مقاله در سال 2020 توسط USA اس ای مخالفت کرد که در اون تلاش میکرد رئیس جمهور رو با ادعای اینکه که بین سال 2017 تا 2019 15 و میلیون دلار از هزینه های سخنرانی و معاملات کتاب به دست آورده رو تو پاچه هیچ کی نمیره دیگه گفته بیش از ده میلیون دلار از درآمد حاصل از کتاب خاطرات بایدن به, به نام به من،, به من قول بده بابا بوده سه میلیون دلار هم گفته سود کتاب جیل بایدن بوده من نمیدونم کی میره کتاب جیل بایدن رو بخره این مدت هاست که کلا نوشتن کتاب سخنرانی ها هانتر بایدن تابلو میفروخت حساب کنید یارو عملی مفنگی تابلو میفروخت اینا همش روش های پولشویی واسه اینکه پول بتونن بیارن تو حساب نمیتونم بگم از آسمون اومده که یه کتابی می نویسن میدن به یه کسی میره بار میکنه برای آتیش میزنه جیال نه بازی ها کار میکنه میگن کتاب فروش رفته پول رو می یا تابلو نقاشی چشش تو ابرو میکشن به یه نفر میفروشن مثلا 5 میلیون دلار که شما نگاه کنه خندت میگیره میگین و قابش از نقاشیش تره. ولی اینجوری که پول معمولا میشورن تا بتونن تو حساب بیارن و بتونن باش زندگی کنن حالا اینم هم همینه دیگه 10 میلیون دلار اونجا به خاطر اون کتاب سه میلیون دلار اینجا بعد از استنات موجود در مقاله یو سی تو خوانندگان به هیچ جزئیاتی در مورد این مسئله نرسیدن و گفتن تمام انجمن فدرال هم گفتن تمام توضیحاتی که داده شده بیشتر حالت سردرگمی ایجاد کرده خیلی کشدار و پیچدارش کردن که کسی نفهمه همونجا رها بده بود جمهوری خانه مجلس نمایندگان آمریکا معتقدن در حالی که برای کشف حقیقت مجبور شدن افیا تحت فشار بذارن تا بیاد این فرم مربوط به خبرچین رو برای پنج میلیون دلاری در اختیار مقامات بذاره احتمال داره این پرونده همون پاشن آشیلی باشه که با پیگیر کردنش بتونن دوخم یا کنده یا افلاک بایدن رو بکشن رو بتونن به حال مشخص بکنن که در آمریکا یه جایهایی وجود داره هنوز که اگر همه پا باشن میشه عدالت رو اجرا کرد هنوز مونده تا به اون مرحله بخواد برسه و یکی از اتفاق جالبی که داره تو این چند وقت میفته حاضر جوابی جمهوری خواه خیلی بهتر شد قبلا در مقابل رسانه ها خیلی بهشون میدون نمیدادن میومدن تو حرفشون رشته کلام در میرفت الان به عبارتی دارن دوربین دزدی هم میکنن یعنی خبرنگاره میاد سعی میکنه یه سوالی بپرسه که تو سوالش داره مثلا میتازه به پرزیدنت یا سعی میکنه جوابو بذاره تو دهن جمهوری خان و اینا خیلی جالبه که سوالو میشنوند ولی اون جوابی که دوست دارن میدن که بسیار بسیار جالبه چون از اون به آن آنتن دارن استفاده میکنن دارن حقیقت و فریاد میزنن شاید یه جایی یه گوشه بتونه یه نفر بیدار بکنه نمونهش این سال مزهکی که الان میبینید سی از کوی مکارتی میپرسه این چقدر جالب جواب میده for به نظر شما خوبه واسه یک رئیس جمهور که بیاد اسناد و بذاره توی همون bathroom <تصفح> نمیدونم به نظر شما خوبه اگر که اسناد رئیس جمهور بذاره توی گاراژی که درش همش هر روز داره واز و بسته میشه همون که قفل داره درش قفل میشه این <تصفح> جواب کوین <تصفح> مکارتی بوده به سوال خبرنگار سی ان ان که از یه زاوی دیگه هم مشخصه با یک شیطنت خاصی در حالی که نیشش تا بناگوش بازه این سال در مورد به نظر شما خوب با سری رئیس جمهور که اینجوری کنی که جوابش اینجوری خوب داد این یکی خبرنگارم باز از سی و این کلکله دیگه یکی از این کلکله های خیلی جالب در The idea ایده برابری در برابر قانون اینجا واقعا

دولت رو یعنی مسلح بکنه یعنی بیاد به عنوان یک وسیله خطرناک ازش استفاده کنه بر اهداف سیاسی و وقتی که از دولت اخراج میشه بیرون انداخته میشه no مثل اندی مکی که معاون no, 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 قشنگ میدونه که خبرنگاری میخواد چی بگه میگه نه این واقعا فرق داره این عواقب این کار خیلی فرق داره شرایطش فرق داره رئیس جمهور سابق الان متهم شده که مانع از اجرای قانون شده یا اینکه روند تحقیقات رو منحرف کرده توطعه کرده برای اینکه جلوی اجرای قانون رو بگیره you... این یک طرف دیگری طرف متفاوتی از حقیقت هستش آیا شما آیا همچنان شما آماده تا ازش دفاع بکنید و اقدامات دیگه ای که قرار کنگره اتخاذ بکنه چیه؟ و حالا کمیته قضایی چی کار میخواد بکنه؟ آیا قرار بحث حمایت و اینا دوباره مطرح باشه؟ آیا تو حاضری ای که از شبکه خودت سی ان ان دفاع بکنی باز میپره تو حرفش I'm a... I'm your از تو سوال دیگه پر... سوال پرسیدم میگه من دارم جواب سال تو میدم میتونی هر سالی دوست داری بپرسی ولی من اینجا هستم تا سوال هر سوالی که میپرسی جواب بدم okay. you can't put words in my mouth. تو نمیتونی تو دهن من حرف بذاری با اینکه شبکه تو میتونه بیاد اندرو مکیب که از اف بی آی اخراج شده بوده رو استخدام کنه علت اخراجش هم یا درز دادن اسناد محرمانه بوده شما آیا از شبکتون بیرونش کردید نه شما همچنان اون رو گذاشتید دوباره روبرو دوربی که بیاد و به عنوان تحلیلگر قضاوت های خودش در مورد پرزیدنت ترامپ بگه also clapper. Clapper has come out همچنین رفتید کلپر رو استخدام کردید کسی که خودش اومد به صورت عمومی چه اقداماتی رو قرار هاوس انجام بده یعنی کنگره آیا قرار اقدامی در رابطه با کم کردن بودجه اف بی یا کم کردن بودجه قوه قضایی انجام بشه؟ بعد از این اتفاقاتی که در چند روز گذشته دیدید. So your network hires چقدر زیبا؟ از همون جایی که جملهش رو تموم کرده بود فارغ از این که انجی پرسیده شروع کرد ادامه حرف خودشو زدن پس شبکه شما اومد کلپه رو استخدام کرد کسی که به معنای واقعی اومد به مردم آمریکا دروغ گفت یکی از اون, اون پنجا و یک نفری که اومدن گزارش دادن به برای کسی که نمیدونن بعد از اینکه لپتاپ آنتر بایدن اومد 51 مقام امنیتی چهار تا از معاونا یا رؤسای حتی اف سابق اومدن نامه زدن توی نامه استشهاد همه امضا کردن که این لپتاپ وجود خارجی نداره و همش اطلاعات غلط روسیه یکی از این 51 نفر کلپر بوده که میگه بعد از اینکه شد افیا اخراجش کرده فلان اینا شما چیکار کردید با قرارداد بستن اروپا کردن تحلیل کرد کلاپر اومدش سعی کرد به مردم آمریکا دروغ بگه و بگه که همه اتفاقاتی که در مورد لپتاپ هستش یک توطئه روسی هستش. Because... آیا شما الان تصمیمتون رو گرفتید آیا آماده اید که بیاد از شر این آدم‌ها از شبکه‌تون خلاص بشید؟ نگرانی من به عنوان یک قانونگذار این هستش که وقتی شما میایین بر علیه رقیبتون مسلح میشید و حالا دارین شبکه های تلویزیونی رو مسلح میکنی و این اشتباهه و ما قرار تمام طبع توانمون رو به کار بگیریم تا مطمئن بشیم که سیستم حقوقی و قانونی آمریکا دوباره قرار کور باشه یعنی عدالت کوره این طرف رو نبینه بدون هرگونه جانبداری قضاوت بکنه و با مردم به طور مشخص با عدالت رفتار بشه مشکل من اینه که شبکه شما داره پول میده به کسایی که اسناد محرمانه رو اومدن درز دادن و از طرف دیگه اومدن مردم آمریکا دروغ گفتن و شبکه شما امروز داره به اینو پول هم میده که بیان و سعی کنن روی یک انتخابات ریاست جمهوری سعی کنن فشار بیارن و تداخل بکنن و شما بهشون پول میدید که بیان تازه بشنن جلو دوربین و بیان در مورد رئیس در مورد ترامپ بیان نظر بدن که میپره میگن سوالم چیزی که من داره سوال تو جواب میدم oh, has has باز اون چیز دیگه میگه حرف خوش میگه میگه کاری که شرکت شما که شبکه شما انجام داده اونه که اومده شروع مسلح سازی کرده من فکر میکنم که قانون برابر برای همه بسیار بسیار مهمه روش هم کرد این ور. یعنی دیگه بال بال بزن خودتو به خوب زمین و اینا که این اتفاقات چند تا مورد دیگه هم افتاده مثلا لینسی گروه هم بوده که هم بوده که از ازش سوال پرسیدن در مورد مثلا یه چیز دیگه اومده شروع کرد در مورد این اتفاق صحبت کرده اما قبل از اینکه ادامه برنامه رو هم دیگه بریم بریم یه فیلم کوتاه ببینیم از این پدر هموطن عزیزمون در ترکیه که دیالیزی بچه شرط سلامتیش خیلی سخت و پیچیده است بعد دیالیز بشه پول دیالیز هم نداره دوتا تا کلیهش از کار افتاده شرط زندگیش هم که دیگه هیچ بماند که پول دارو و قرص و ایناش هم مونده اینو با هم دیگه ببینیم کمک کنیم با هم دیگه شرطش رو دار بهتر بشه حداقل پول چند تا بسته قرصش رو یک دو ماه رو بتونیم جلوتر بهش بدیم که راحت‌تر شب و سرش بذاره رو بالشت. سلام از می کنم خدمت همه عزیزانم که این برنامه ویدیویی رو می بینن من اسم شناسنمیم ابوالحسن ناصر وقت به اسم مستعار سعید در سال 2013 از گرجستان وارد ترکیه شدیم در سال 2014 متاسفانه فشارهای زندگی اینقدر زیاد بود که من متاسفانه سکته قلبی به من دست داد بعد سری من رو بستری کردم و عمل قلب باز انجام شد افونت قلبی باعث شد که هشت ماه داروهای به سلا آنتیبیوتیک قوی مصرف کنم و کم کم رو از دست دادم هر دو کلیامو از دست دادم الان حدود شش ساله که دارم دیالیز میشم و با شرایط فعلی چند بار هشدار دادن که بیمه منو قطع میکنم و آخرین باری که با شرایط ویژه بیمه منو بحث کردن گفتن که زیاد امیدوار نباشید به بیمه بیمهتون قطع خواهد شد بزرگترین موزلات ما در حال حاضرینه شرایط درآمد که ندارم و فعلا در حال حاضر هیچ گونه درآمدی در منزل نیست و هیچ شرایطی برای بابت بیمه نیست ندارم هزینه بیمارستان زمانی که بیمه, بیمه رو قطع میکنن هر روزانه برای هر سری دیالیز 1200 لیر هزینه دیالیز گیرن اون روزی که بیمه نداریم بعد خدمت شما از کنم که هزینه های دارویی خیلی بالاست ما متاسفانه به صورت روزانه بعضی موقع چون داروهای ما زیاده به صورت روزانه دسخه دارو میدن و این تأثیر گذار روی داروهامون که متاسفانه داروهای ما هم خیلی گرون قیمته برای هر قرص به صلاح فوسفوری که مصرف میکنم بین 700 تا 800 لیر برای هر قرصه به صلاح جبه قرص فسفره اگر بیمه نداشته باشیم یک فاجعه است و متاسفانه اینجور که دارن صحبت میکنن میخوان کل بیمه هامون رو قطع بکنن و نمیدونم به کجا دسترسی میتونیم داشته باشیم من هیچ درآمدی ندارم همسرم گاهی در منزل کارای به صلاح قنادی رو انجام میده شیرینی میکنه و بتونیم تا زندگی اونو بگذرونیم مشکلات خیلی زیادی دارم متاسفانه خودم هیچ گونه شرایطی برای کار ندارم حتی در منزل نمیتونم فعالیتی داشته باشم چون یه چیز حدود 94 درصد معلولیت دارم توان کار ندارم بعد از دیالیزم هیچ گونه به صلاح حرکتی یا فعالیتی نمیتونم داشته باشم با این شرایط برام خیلی دشواره خیلی سخته از دوستای ترکشون برای من کمک جمع میکنن که بتونن پول داروهای منو پرداخت بکنن و واقعا برای من سخته به صورت قسطی به صورت برحال از همکاراشون یه طوری کمک جمع میکنن تا بتونن واقعا شرایط داروی منو درد این پدر بیمار درد همه ما میتونه باشه همه ما که در شهر غربت داریم زندگی میکنیم و فعلا سالمیم امیدوارم به درد این پدر برسیم تا در روز دردمندی به درد ما هم برسند و پسر... پسری که با من داره زندگی میکنه برحال از اینهای خودشو داره ایشون هم میخواست ازدواج کنه ولی به دلیل مشکلات من نتونست درد نداری و درد بی کسی و درد بیماری و همه اینا رو آدم برای خودش میتونه تحمل کنه ولی وای به روزی که آدم فرزند داشته باشه و تو این سن و سال شرمنده فرزند بشه این درد واقعا با هیچ مسکنی نمیشه آروم کرد مگر مهر شما هموطنان که کمک کنی تا مشکلاتش حل بشه امیدوارم کمک کنیم تا بتونیم هزینه های دیالیز و قرص های بند خدا رو جور کنیم تا بیشتر از این درد نکشه برای کمک به هموطنان عزیزمون به وبسایت سایت www.nours.org کرده و یا با شماره تلفن یک و صد تماس بگیرید دوستای عزیز و مهربونم این هموطن عزیز اما احتیاج به کمک من و شما داره دیدید شرطش به چه صورته توقع نداریم کسی بره چه می‌دونم کلیه‌اشو بفروشه به من خدا کمک کنه یا خرج زندگی و صفرشو برداره نصف کنه ولی هر کدوم از ما بندازه پول یه قهوه پول اگر سیگاری هستید یه پاکت سیگار اگر اهل غذای بیرون هستید پول بعد غذا رو که کمک بکنیم مطمئنم که در کنار هم جمع میشه و میتونه دغدغه دق های این بنده خدا رو تو این سن یه مقدار کمتر بکنه شماره بنیاد رو صفحه است 1704 و یا نوروز داشت که از اون طریق هم میتونید کمک بکنید تا این بند خدا یه مدار کمتر در کنار دردی که هر روز میکشه بخواد استرس و نگرانی داشته باشه اما صحبت از تاکر کارسون شد و میدونم که طرفداره بسیار بسیار زیادی داره بریم با همدیگه این ویدیو تاکر کارسون رو ببینیم منم همزمان برای شما ترجمه میکنم تا اونجا که سوادم اجازه بده و امیدوارم که با دقت گوش کنیم به مطالبی که میگه به خاطر این های پشت پرده که در همه جا هست در ایران هم هست فردا هم فردا آزادی ایران هم خواهد بود و یکی این که علارغم که ماک پامپ او یکی از کاراکترها بود که برای ما ایرانی خیلی جالب بودش و معمولا شخصیت محبوب بین ماها بود الان ببینید چه خیانت عظیمی انجام داده و اینجا تازه مشخص شد توی این ویدیو من فهمیدم که چرا ماک پامپو او انقدر بین خود جمهوری خان مردم آمریکا از محبوبیت کمی برخورد داره بریم با تاکر کارسون هی ایتس تاکر کارلسون The Biden administration arrested Donald Trump this afternoon. They uh, اه... با امروز بعد از ظهر دونالد ترامپ رو دستگیر کرد. Had him arraigned and fingerprinted in a Miami courthouse like the accused felon he now technically is. و در دادگاهی در میامه فلوریدا انگشتنگاریش کردن و اونجا محاکمش کردن مثل یک مجرم, مجرم متهم واقعی که الان ایشون هم یک متهم واقعیه the... این اولین قدم های یک پروسه که تراحی شده برای اینکه پرزیدنت ترامپ رو پشت های زندان قرار بدن اون هم برای ادامه زندگی شنی برنامزی کردن که طولانی مدت به فرسنی شبکه های کابلی سعی کردن که هر لحظه از اون رو به صورت زنده گزارش کنن اون هی میگفتن که این یه اتفاق یه اتفاق که یه بی, بی سابقه است یه جوری هم میگفتن که اگه خیلی شوکه شدن اون نشده بودانو میدونستن که قرار چه اتفاقی بیفته هر کسی که تا حالا دقت کرده بود میدونستش که چه اتفاقی قرار در آینده بیفته 16th, 2016. اتفاقی که افتاد یه اتفاقی که غیر قابل اجتناب بود بعد از اتفاق اصلی که در فوریه سال 2016 افتاد That's the day Donald Trump made a blood enemy of the largest and most powerful organization in human history, which would be the federal government. Despite what you may remember, it wasn't anything that Trump had said about immigration or trade with China or rapists from Mexico. شاید یادتون نیاد چون چیزی نبود که در مورد تجاوز تجاوزگرایی که از مکزیک میان باشه یا در مورد چین باشه یا در مورد اتفاقات این چنینی باشه در مورد مثلا مهاجرای غیر قانونی باشه اینها داستانه بودش که اون موقع تیترا رو پر میکرد تیتر روزنامه ها رو همش میگفتن ترامپ نجات پرست دیگه که متوقفش کنه But Washington ولی was really داخل خود واشنگتن فقط به صدای ویز, ویز بود هیچ کدومش انقدر اهمیت نداشت then the mean much to Washington تو بحث بحث واشنگتن خیلی این سیاست های جنسیتی و اینا خیلی ارزش خاصی نداره. What matters then and now is foreign policy. اون چیزی که اون موقع برای اونا خیلی اهمیت داشت هنوز هم خیلی مهمه بحث سیاست خارجی تخ... حمله کردن اشغال کردن یا جنگ های نیتی اون تصمیمات اصلی که میگه کدوم جمعیت جهانی قراره که رشد و حالا رشد ب... و به سمت تعالی برن و کدوم یکی قراره که سقوط بکنن سیاست هایی که با برچسب قیمت قیمتی تریلیون دلاری روبرو میشن سیاست هایی که یکی از شهرستان های اطراف واشنگتن دی سی رو تبدیل کرد به یکی از گرونترین رسمت های دنیا تو واشنگتن این چیزا مهمه و خیلی واضح اگه شما با دقیق نگاه کنید وقتی که صحبت هایی از مورد دیگه مثلا صفحه بدهی آمریکا و غیره هر دو طرف معمولا اون جایگاه خودشون رو موقعیت خودشون رو توی این بحث میگیرن و شروع من میگه پریدن و داد و فریاد کردن اما وقتی کنگره تصمیم میگیره که یک جنگ را بندازه و چقدر که این جنگ احمقانه و جدا از تصمیمات رای دهندگان یا مردم آمریکا بوده باشه When that happens, the leaders of both parties automatically jump behind it like circus clowns. And then they stay there, sometimes for decades. They defend that war relentlessly against all evidence until somebody finally rings the all clear bell. ده ها سال بمونن و حتی اگر که شواهدی بیاد بیرون که نشون بده این اشتباه بوده همچنان ازش دفاع میکنن تا اینکه یه نفر یه جایی بالاخره زنگ داستان رو به صدا در بیاره actually, اون موقع از که اونا دیگه میگن میگن شاید امالا خیلی هم فکر خوبی نبود که این حمله رو انجام دادیم We meant well, but it just didn't work out. ما هدفمون خوب بود ولی خب جواب نداد دیگه The good news is, we've learned a lot of important lessons خبر اصلی و مهم اینه که ما خیلی درس‌های خوبی از این اتفاقات گرفتیم. In the end they usually do say something like that. ما آخرش هم یه چیزی شبیه این میگن. But only after emotions have cooled and the damning details have begun to fade from collective memory. اما فقط وقتی که تمام داستان‌ها حالا سر صدا می‌خوبه و خاطرات شلو شلو شروع می‌کنه توی ذهن ما مردم یواش یواش محو شدن it's an that's not an یه معذرتخاییه که در حقیقت خیلی معذرتخایی محسوب نمیشه. Much less بیشتر شبیه توبه میمونه. و چیزی که معمولا به هیچ کسی هم همچین برای هیچ کس هم مهم نیست در هیچ حالتی. ولی تا اون لحظه، تا اون لحظه خاص هر گونه مخالفتی مجاز نیست. این اولین قانون واشنگتنه. But somehow Trump didn't bother to follow it. دلایلی ترامپ اصلا تصمیم نداشت که این قانون رو ازش تبعیت کنه. He شاید اون زمان خاص اصلا نمیدونست که یه همچین چیزی قانون هستش یا اینکه اصلا براش مهم نبود که آخری از مهم نم. Either way, seven and a half years later, we can point to the precise moment that permanent Washington decided to send Donald Trump to prison. Here it is. It's from the Republican candidates' debate in Greenville, South Carolina. ساف uh, کارولینا که اون لحظه اونجا رقم خورده They... ما در هیچ حالتی نباید به عراق حمله کردیم ما شرایط خاور میانه رو از ثبات خارج کردیم okay. اونا دروغ گفتن و گفتن شواهدی از سلاحهای کشتار جمعی وجود داره و اونجا وجود نداشت و اونا میدونستن که همچیز اونجا وجود نداره There were no of mass. Okay. هیچ سلاح کشتار جمعی در اونجا وجود نداشت We never have been in Iraq. ما به هیچ عنوان نباید در عراق حضور پیدا می کردیم Trump said, Trump... We the East. ما به خواهر میانه از بین بردیم Now, by the time Trump said that, a lot of Republican primary voters were starting to reach the بعد از اینکه ترامپ اینو گفت خیلی از سیاست دیگه هم شروع کردن یواش به این نقطه رسیدن و به این موضوع رسیدن چرا چون به حالی حرف درستی بوده دیگه اما خط بعدی بودش که باعث شدش ترامپ رو به

بقیه نشستن خوششون زده بود و خوششون بگفتن که واقعا اون میتونه یه همچه حرفی بزنه و گفت دیگه و با گفتن این مسئله تقریبا سرنوشت خوششون رقم زد این تنها چیزی که هیچ کسی به هیچ عنوان اجازه نداره بگه people both sides which on this topic is really just one side. به خاطر اینکه ادمای زیادی رو در هر دو حزب درگیر می‌کنند. حالا تو این مورد دخواست فقط یک حزب. هیلاری کلینتون توی مسئله که ناکار بودم چنین پول رایان. همه شوند بودن. بودند. همهشون و همهشون دروغ گفتند. و تو یک شخص، آنها دانلود کلینتون را به خاطر اینکه آنها را بازتاب و به خاطر همین دلیل که پرزیدنت ترامپ اومد و روس باشون کرد این مسئله رو مشخص کرد شدیدا ازش متنفر بودن After that it was pretty clear that even if he did get elected president Trump was going to have a very hard time controlling the federal government he was supposed to be in charge of. بعد از این قضیه کاملا مشخص بود که اگر پرزیدنت ترامپ رئیس جمهور هم بشه بسیار برای سخت خواهد بود که بیاد دولت فدرالی رو که الان مسئولش خودش شده رو تحت کنترل در بیاره. Most that Trump was the most in their lives. و اون اعضای هسته قدرت واشنگتن به این نتیجه رسیدن که سقوط ترامپ یا خونسا کردن ترامپ مهمترین اه مأموریتی که در زندگیشون میتونن داشته باشن on it. Many of them said so همه چیز به اون, م... به اون مسئله مح... ربط داره و حتی اون اومدن در ملعه عام هم گفتن didn't say so publicly. بقیه نیمدن به صورت علنی این موضوع رو عنوان بکنن In fact, the ones took path. Uh, حتی میشه گفتش که بعضی از اونها اومدن مسیر دیگه ای رو انتخاب کردن They ran toward Trump. Not away from him. They sucked up to him. They ingratiated themselves. The man they intuitively understood was susceptible to flattery, which Trump is. اونا شروع کردن به پاچخاری برای مردی که خیلی از این مسئله خوشش میاد و پاچخاری روش جواب میداد چون میدونید که روی ترامپ جواب میداد. و اون این کارو کردن واسه اینکه بتونن کابینه ترامپ رو از داخل واژگون کنن. تعداد تعدادی از این ادمها تو د... حالا داستان ترامپ بودن داخل حلقه ترامپ بودن که شما وقتی اینا رو به محضن که میدیدی میتونستید بفهمید که این یکی از اونا They were اون هست اون همه بسیار پاچخاری بودند و به واقع میتونم بگم هر کدوم از اونا که بیشتر پاچخاری میکرد مشخصا بیشتر از ترامپ متنفر بود <تصفح> <تصفح> حالا از خود از خود ترامپ متنفر بود یا با دیدگاه های ترامپ بسیار مخالف بود شما اونها رو توی راه کاخ سفید می دیدید uh, یا توی کنفرانس های خبری می دیدید اونا با خوزو و خوشو مطلق به uh, رئیس خودشون اشغولانه نمی دادن دیگه انگار که وقتی میدیدین فکر میکردی که دارن با یک پادشاه سلطنتی یا دارن با خدا صحبت میکنن تصویر که آدم میده های فیلم صحنه بارگاه عثمانی بود دربار عثمانی بود صحنههایی که بسیار کثیف و منحط و دروغ بود مایک پنس نیکی مایک پامپیو کسایی مثل مایک پنس، نیکی هیلی یا مایک پامپو لینسی گرام که در کنگره است آل همه اونها به ترامپ گفتند یه آدم هدفمند نابغه تا اون لحظه‌ای که قدرت رو از دست داد بعد از اون مدتش که مدن اهداف واقعی خودشون رو نمایان کردند As always, the neocon war agenda, and they piled on with maximum force. Here's Mike Pompeo, for example, on Fox News this morning. President Trump had classified documents where he shouldn't have had them. پرزیدنت ترامپ اسناد محرمانه ای رو برداشت به خودش برده که نباید در اختیار می داشت. و وقتی بهش فرصت این رو و شانس این رو دادن که اونها رو برگردونه، تصمیم گرفت که این کارو نکنه. حالا به هر دلیلی به وقتی بهش گفتن بیاره بعد می آورد میداد به خاطر اینکه این با محافظت از سربازان حالا با محافظت از سربازان آمریکایی منافات داره سربازان سربازان آمریکایی یا ملوانان و تفنگداران و غیره و اگر این اتهامات درست باشه بعضی از این اسناد میتونه ضررهای خیلی سنگینی بزنه به اینا این کار بسیار اشتباهی. Future historians hoping to unlock the mysteries of late empire Washington study that clip because uh, تاریخ‌دانان آینده امیدواریم که یک روزی بتونن بیان و تجزیه تحلیل کنند این تیک از این تیکه ویدیو یا این کلیپ رو و بتونن رمز و راز این داستان رو فاش کنن. That very به خاطر اینکه این اگر فاش بشه خیلی از موارد رو مشخص میکنه هر کسی که تالا مایک پامپو رو دیده باشه یا کسی که امروز صبح داشت بر علیه پرزیدنت ترامپ حرف میزد و لحن تمسخرآمیز در موردش داشت کسی که به عنوان در دو جایگاه مختلف ترامپ خدمت کرده یکی رئیس سیایی و یکی به عنوان وزیر امور خارجه دو شغل شغل پرقدرت ترین شغل ها در دولت هستند و از زمانی که رفت و در این شغل ها کار کرد پامپئو قول داد در حقیقت بهتر بگم که سوگند خورد تا از اهداف پرزیدنت یا رئیس جمهور دفاع کنه Why? چرا because that's the way a democracy works برای اینکه دموکراسی اینجوری کار میکنه you vote for a candidate in the belief that his appointees will carry out the policies that you voted for شما رای میدید به یک نفر که بشه رئیس جمهور به اون میگه اینکه آدمهایی که میان بعدن منصوب اون میشن بیان و به با اون سیا... بیان در جهت اون سیاست هایی کار کنن که شما براش رأی دادید It's not about the It's about you the voter. هیچ موقع مسئله مربوط رای جمهور نیست مربوط به شما رای دهنده هاست دو جمله بخوام خلاصه بگم فرض کنید یه رای جمهوری میگه به من رای بدید من برم جنگ میخوام جنگ کنم مثال فرض محال پرزیدنت ترامپ میگه به من رای بدید من میخوام برم با یه کشوری جنگ کنم شما رای میدید میاد بالا به جمهور بعد میاد وقتی یه وزیر امور خارجه میذاره وزیر امور خارجه نمیتونه دیگه نه جنگ بده همون روزی که میاد سوگند میخوره سوگند میخوره که من اومدم برای شما کار کنم تا اهداف شما رو که مردم شنیدن و بهش رأی دادن اونو بیام انجام بدم اما مایک پاپو هم کاری نکرد حتی سعی هم نکرد این کار انجام بده In fact, he undermined Trump's often stated commitment to peace and non intervention abroad at every turn. His every, every waking hour was devoted to fomenting war in some faraway foreign country or other. ترامپ بیدار بود ممکنه یه جنگ خیلی خفن یا با یک دولتی کشوری جای آغاز بکنه Iran, Syria, Russia, Korea, ایران سوریه چه می‌دونم کره شمالی و این لیست هم ادامه داره اما بجای اینکه به اما اینکه بره به ترامپ بگی که من با این ایده تو مخالفم would... کار که هر مردی میره انجام میده Pompeo up to Trump, به جای پامپو با یه حالا اینجوری بگم با میره پیش ترامپ پیش مردی که از ریشه ازش بدش میومد سعی میکرد تا دسته پاچه رو بکنه بهترین نوع در که میتونستم برای این جمله بگم باور کنیم anyone who worked in that White House at the time. بپرسید از هر کسی که اون زمان تو وایت هاوس کار میکرد Who is the appointee most likely to tell Donald Trump on a daily basis that he was handsome, virile, sleek and powerful? بپرسید بگید کدوم آدمی بودش که هر روز وقتی با ترامپ روبرو میشد میگفت شما چقدر زیبا و جذاب و خوشتیپ و خوشبوش و غیر هستید. Mike Pompeo. همه میگفتن مایک پامپو این اون دلیل است که میگن وقتی بین جمهوری خواهان نظر سنجی میکردن هنوز هم همین جوریه و پامپو زیر یه درصد رای میاره چون ماک که از نزدیک ندیم اونو که از نزدیک میدیدن قشنگ انگار چندششون میشده این جواب قطعا جواب ثابتی خواهد بود که همه میگن میگن پاچه خورترین مایک پامپو کسی که از نزدیک مثل ما دیدن این اتفاقو که چجوری پاچه خاری میکنه چیزی رو دیدن که هیچ موقع محال از ذهنشون پاک بشه به طور زننده هم تکرار میکرد این کارو کسی که عزت نفس داشته باشه هم چرکت انجام نمیده with, like But Mike did it with and verve. Now, this same person is telling Fox News viewers that he fears for the safety of our military. Our soldiers, sailors, airmen, and Marines, in the approved phrase. Because Donald Trump took some classified documents home and didn't immediately return them to the National Archives? به خاطر اینکه دونالد ترامپ سری اسناد محرمانه ورداشته برده خونه و بر نگردونده به آرشیو ملی. What a lie that is. عجب دروغ یه این حرف. Mike Pompeo مایک پامپو میدونه که این حرف دروغه خاطر اینکه اون کل عمرش رو تو واشنگتن گذرونده. Washington is a city where memos about Labor Day are classified because everything is classified. واشنگتن جایی که یادداشت یادداشت‌های در مورد روز کارگرم همش به محرمانه است به خاطر که در واشنگتن همه چیز محرمانه است دولت شما بیش از یک میلیارد سند مختلف اومده محرمانه کرده اسنادی که خیلیاشون حوصله سربر رو بی هدفن و برای هیچ کسی هم مهم نیستن citizen, really. اینا رو برده یه جایی مخفی کرده به خاطر اینکه شما درسته که یه آمریکایی هستی ولی زنده نداشته باشید اینا رو ببینید ولی دلیل اصلیش اینه که تو اون اجازه لازم رو برای دیدن این اسناد نداری که بفهمی چی بگم که هیچ کدوم از این اتفاقات انجام نشده که آمریکا رو جای انتری بکنه. Than COVID were designed to keep you healthy. دقیقا مثل محدودیت های ویروس چینی که ترایی نشده بود که شما سلامتتر سلامت تر نگه داره. No, it's a caste That's the point. نه این سیستم طبقاتیه. اصلا داستانش داره همینه. And you're the و شما تو این سیستم سلسلوار توقاتی شما غیر قابل لمس هستید مایک پامپیو نوز مایک نمیدونه اینکه میگه شما منظور کسی که رئیس جمهوره بالاترین نوک هرمه دیگه یعنی کسی نمیتونهش بگه آقا چرا اینو بردی چرا اینو بردی, بردی چیکار کردی حالا طبق این حالا خیلی از حقوقدانام امروز دیدم نوشته بودن که رئیس جمهور سابق هم میتونن هر موقع خواستن اسنادی رو بردارن ببرن

اون که اجازه دسترسی نداشته که اون we'll نمیدونه the answer because there is no chance Dick Cheney will ever be investigated or staffers will be told to wear wires in his presence هیچ شانسی نداریم موضوع بدونیم به خاطر اینکه محال ممکنه که یه روزی بیان در مورد دیکچینی یه کار بحث تحقیقاتی انجام بدن یا اینکه به پرسنلش و کارمنداش بگن که بعد به خودتون از این میکروفونای بی سی کنید و برید وقتی با دیک دیکچینی صحبت کنید. He will never be indicted for this. اون هیچ موقع به خاطر همچین موضوع متهم نمیشد معلوم که نه دیک یه نیوکانه Dick... ترامپ نیوکان نیست دیک از جنگ با روسیه حمایت میکنه ترامپ حمایت نمیکنه این تفاوتشونه بقیه دیگه فقط حواس پرتیه the transparently political پروسه تقریب غذایی دونالد ترامپ به طور مشخصی معلومه که سیاسیه به معنای واقعی رقیب سیاسی انتخاباتی جو بایدنه نظر که برگزار شده نشون میده که 60 درصد از رأی جمهوری خواه رو در اختیار داره. So جو بایدن no president ever dared بایدن داره کاری انجام میده که هیچ رئیس جمهوری تا حالا جرأت انجامش رو نداشته. right now. از قوای اجرایی و قانونی داره استفاده میکنه تا رقیب قدرتمند خودش رو زندانی کنه. هر کسی که الان این موضوع رو انکار میکنه داره شما دروغ میگه. But actually it's worse than that. ولی واقعیت اینه که از این چیزی که فکر می‌کنی دوزا خرابتره just political. بحث تقریب قضایی ترامپ فقط سیاسی نیست It's بلکه ایدئولوژیک هم هست with views is to have power in this کسی با دیدگاه ترامپ اجازه نداره که در کشور قدرتمند بشه. Wars and you're you... جنگ های جنگ‌های ما رو زیر سوال ببر انتقاد کن ازش، اون موقع keep it up. we'll send you to prison. that's the message washington is sending. not just the democratic party is sending, but both parties are sending. like so many republicans, for example, the supposedly conservative governor of texas, greg abbott, مثل خیلی از جمهوری خواهان مثل کسی که الان فرماندار تگزاس هستش شاقی گریگ ابات دیروز کاملا سعی کردش که از موضوع خرابی و فساد سیستم قضایی مملکت دوری کنه در موردش یک کلمه حرف نزنه. Instead he signed a highly important bill called the Crown Act. Which, according to the celebratory tweet Abbott sent commemorating it, will quote, "Prohibit discrimination based on textures and hairstyles historically associated with race." <laughs> گفته که این بر تمام تبعیض نژادی که بر پایه مدل مو و موهای خاصی هستش همه اینها رو ممنوع میکنه In other words, in Texas, are now protected by law. به عبارت دیگه الان توی تگزاس این مدل موی بافته شده یا مدل موی دونبستی مثلا فرض کنید که الان طبق قانون ازش حمایت میشه. Having views about is not. اما داشتن دیدگاه غیر تایید شده در مورد اوکراین اوضاع رو خراب کنن. They... خیلی از, از ریپابلیکن های انتخاب شده خیالشون نیست ترامپ مزاحم و خجالت آور میدونن و حمایت کنند های مالی همشون ازش بسیار متنفرن. اونا اصلا ناراحت نمیشن اگه ترامپ حتی در زندان بمیره But what اما چی اونا از این نمایش دارن داره چی دستگیرشون میشه well, بیشترشون میدونن که هیچ قدرتی ندارن چون کسی کس هم اونا اهمیت نمیده ولی کمی هم elected leaders, they have been to America recently. They know what it looks like. Have you... بر اساس برعکس خیلی از رهبران انتخاب شده ما اونا مدت زمانی هست که در آمریکا هستن summer, دیدید که آمریکا چه شده اگر اگه چند روزی تو تابستون وقت آزاد دارید out, یه مسافرت جاده برید خودتون ببینید Drive 500 miles in any اون صد مایل از هر طرفی که دوست دارید رانندگی کنید و دوباره برگردید به این خونه. How are اوزا چهجوریه به نظرتون؟ well, قادتا باید همه اوزا خیلی خوب به نظر برسه. The spent six and a half دولت موریسی هولوش 6 میلیارد دلار سال گذشته هزینه کرده بیشتر از هر دولتی که بخون

بلوک های بتونی بزرگ هست میذارن جاده رو میبندن یه پر از اوناست looks like Tegucigalpa before the Chinese decided to rebuild the infrastructure of Honduras اصلا میدونم چیه ولی واقعا شو نمیدونم میگه دقیقا مثل تگوچیگاپلا uh, میمونه قبل از اینکه چین تصمیم بگیره بره زیر ساخت های هندوراس رو بهش رسیدگی کنه we don't have China buying our roads ما این قدرت رو نداریم که بیان جادتامون رو به چین بفروشیم؟ So و که دارن یواش یواش از کار میافتند. You think the people you would pass on your road trip would look happy and prosperous. Again, this is a very rich country. فکر که تو جاده رد میشه قادر ادمای شاد و موفق باید باشن چون این کشوری که تو 60% But a lot of them don't. اما خیلی few appear to be strung out on drugs. خیلی you... تعداد زیادشون هستن که به طور شدیدی افتادن رو بحث مواد مخدر تو شهرهای کوچیک میبینید که اینجوری سینخیز افتادن بغل این کرکره های مغازه ها وقتی این اتفاقات رو میبینیم با خودتون فکر میکنیم پس این پول کجا رفت؟ قطعا اینجا که از اینه نشده بله رفته واشنگتن اونجا از نشده اینها رفته تو Fairfax, در کاونت شهرستان لودون رفته در قسمت خیلی سانتیمنتال شمال غرب واشنگتن دی سی course, to Ukraine, to البته تیکه بزرگش هم اوکراین Not because you voted for that. You didn't vote to give it to them. You never would. But because Joe Biden and his many allies, from Chuck Schumer to Mitch McConnell to Paul Ryan, and every single news anchor on all of television, all of them believe that Ukraine, its borders, its future, its infrastructure are all more important. به خاطر اینه که جو بایدن، چاک شومر، پول رایان و خیلی دیگه همشون به تمام تلویزیون ها، رسانه ها غیر اعتقاد دارن که زیرساختها مرز و خاک اوکراین خیلی مونتر از مرز و خاک و زیرساخت آمریکاست. آمریکاست بسیار هم واضح این مسئله؟ همه ای که در قدرتن اینجوری فکر میکنن Donald Trump. Whatever else you say about him, Trump is the one guy with an actual shot at becoming president who dissents from Washington's long standing pointless war agenda. And for that, that one fact, they are trying to take Trump out before you can vote for him. به خاطر همین اتفاق به خاطر همین اتفاق و واقعیت هستش که میخوان ترامپ رو از رقابت بیرون بذارن قبل از اینکه شما بهش بهشرائی بدید باید بیشتر از هر چیز دی در زندگی شما این اتفاق سیاسی شما رو عصبانی بکنه Even if you plan to vote for Trump. حتی اگر برنامه ریزی هم نکردید که بخواد به Trump, even if you would die before voting for Donald Trump, which is your right, and a lot of good people feel that way, even still, the destruction of our democracy, which is the right of voters to support any candidate they want, even candidates who don't want war with Russia. حق که شما حق دارید که از هر کسی که دوست دارید حمایت بکنید حتی اگر کانده مورد نظر شما نمیخواد که با روسیه وارد جنگ بشه تخریب اون تخریب اون دموکراسی باید شبا شما رو بیدار نگه داره Yes, Donald Trump is man, but his sins are minor compared to those of his persecutors. قطعا پرزیدنت ترامپ هم آدمی بودش که نقصانهای خاص خودش رو داشت اما نقصان بسیار کوچکتر از اون افرادی هستش که الان دارن تقریب غذایش میکنن In this life we don't get to choose our martyrs. این دنیا ما شهدای خودمون رو خودمون انتخاب نمیکنیم. We can only choose our principles. ما فقط میتونیم اصول خودمون رو انتخاب بکنیم. And America's are at stake. و موضوع اینه که آمریکا الان در خطره موضوع سر آمریکاست امیدوارم که این یه خورده طولانی هم شد امیدوارم که مورد پسند در رضایت شما دوستان قرار گرفته باشه ممنونم که اخبار آمریکا رو با من دنبال کردید اگر که لطف کنید لایک بزنید در فضای مجازی به اشتراک بگذارید اگر تا در کانال سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید اخبار خاموش اخبار رو شما ارائه میده که جای دیگه ای به زبان فارسی ارائه نمیدن ممنون میشیم اگر کانال رو به دوستان و آشنایان خودتون معرفی کنید شب و روزگارتون خوش باشه تا درود دیگر بدرود و خدا نگهدار